سلام به شما بینندگان عزیز خدا رو شکر میکنم برای وجود مقدس عیسی مسیح همینطور برای وجود شما و این فرصت عالی که برال باز پیش آمده تا بتونم کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بگذارم ادامه خواهیم داد مبحث هفته قبل رو اگر به یاد بیارید در مورد این صحبت کردم که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و دو نکته لاقل اونجا ذکر کردم نکته اول این بود که بعضی مواقع ما فراموش میکنیم در واقع راه خدا رو اراده خدا و نقشه خدا رو و همینطور کوتاه میاییم از اینکه برنامه های خدا و اون هدف خدا و اولویت های خدا رو توی زندگیمون در اون قسمت اول قرار بدیم امروز به نکات دیگری خواهم پرداخت و نکته سوم این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و علتش به این خاطر هستش که یه مقدار این پا و اون پا میکنیم به قول معروف تعلل میکنیم امروز و فردا میکنیم و از بین چیه میره و از کتاب حجی ما میتونیم این رو در واقع برداشت بکنیم اگه یادتون باشه ما داریم از این کتاب مطالعهمون هستش از این دو بابی که در کتاب حجی هستش و اینکه در اونجا اگر به یاد بیارید باب اول آیه چهار بود که می گفت آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند در واقع خانه خدا خراب بونده بود و قوم خدا امروز و فردا می کردن در واقع قوم خدا دو دل بودن تعلل می کردن مدت های مدیدی گذشته بود و اینها به ساختن و بنای خانه خدا چیه نپرداخته بودن خب طبیعتا این تعلل و نپرداختن به بنای خانه خدا باعث این شده بود که برکات الهی رو از دست بدن ببینید ما در روزگار عجیبی زندگی میکنیم در روزگاری زندگی میکنیم که تکنولوژی واقعا در دنیا اصلا فوقلاده هستش در واقع عالی هستش ما میتونیم واقعا موعظات عالی رو گوش بدیم برنامه های رادیویی رو گوش بدیم از طریق تلویزیون، ماهواره، اینترنت برال میتونیم به معزه ها و تعالیم بسیار زیبایی در واقع گوش بدیم و اونها رو یاد بگیریم ولی اکثرا ما قافلیم از اینکه آنچه را که, آن که میشنویم به عمل بیاریم علتش چیه؟ علتش اینه که ما میشنویم ولی که دو دل هستیم ولی که بف... حالا فردا من این کارو میکنم و تعلل میکنیم در واقع به این خاطر که کلام خدا در یعقوب میگوید چیه کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان کلام به نظر میاد من اسمش میذارم بیماری این بیماری 2000 سال قبل هم در کلیسا در بین مؤمنین شایع بود یعنی چی یعنی اینکه کلام رو میشنیدند و هیچ عملی روش انجام نمیدادن در واقع یعنی شنیدن کلام باعث نمیشد که اونها رو به کنش وادار بکنه این که بلنشن یه کاری بکنن یه برنامه ای رو اجرا بکنن بلکه برعکس میشنیدن و حالا امروز فردا می کردن و خب معلومه دیگه وقتی ما امروز فردا بکنیم میره در واقع و این برکت رو اینها از دست میدادن این از که میگوید کنندگان کلام باشید پس ببینید وقتی کلام خدا رو ما میشنویم چه باید بکنیم وقتی میشنویم کلام خدا رو باید عمل بکنیم وقتی کلام خدا رو شما در کتاب مقدس یا در انجیل مطالعه میکنید چه کار باید بکنید؟ باید از خداوند بپرسید خداوندا من این کلام رو خوندم الان چی میخوایم من انجام بدم در واقع؟ چه کاری رو باید انجام بدم؟ و باید برنامه بریزیم برای خودمون آن چرا که میشنویم آن چرا که میخوانیم انجام بدیم در واقع عزیزان و الا برکات الهی از دست میره پس به نظر میاد یک سری است در این که ما بتونیم برکات الهی رو در زندگی و خودمون داشته باشیم نکته سوم همین هستش که تعلل نکنیم اگر میشنویم عمل بکنیم اگر میخونیم خداوند ارادش رو با ما در میون میگذاره کاری بکنیم در واقع ببینید عزیزان 92 درصد دنیا هنوز در این فرایند هستش که چه واکنشی رو در برابر کلام خدا میخواد نشون بده عده بیشماری هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردند و خداوند دعوت میکنه از ما تا این برکت الهی رو که ما گرفتیم در زندگی خودمون چیه به دیگران منتقل بکنیم اون نهرهای آب زندگی که از مسیح جاری شد به ما رسید ما نیز باید کانالی باشیم برای این نهرها تا به دیگران برسه و اونها نیز زندگیشون عوض بشه هدف این نیست که مردم رو مذهبی بکنیم چون به نظر من مردم به اندازه کافی مذهب دیدن مردم به اندازه کافی از مذهب خسته هستند امروز لازم نیست ما مردم رو مذهبی بکنیم هدف این نیست در واقع هدف این هستش که این خدا رو ما بشناسیم در واقع با این خدا ارتباط صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و برکات الهی او رو چیه در زندگی خودمون مشاهده بکنیم پس بیایید تعلل نکنیم پس بیایید کار امروز رو به فردا نسپارید پس بیایید کنندگان کلام خدا باشیم نه فقط شنوندگان چون شنونده بودم به تنهایی اگر ما را به عمل وادار نکنه فایده ای نداره عزیزان تأثیری نداره در واقع نکته بعدی نکته چهارم این هستش که اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست میدیم چون میدونید من از اینطوری گذاشتم قلط میزنیم در ناامیدی ها و یعص های خودمون ما در فارسی خیلی شعر زیبایی داریم یا یک گفته مصطلح است در عام که میگوید دریای غم ساحل ندارد نه ما اگر بشینیم در یک گوشه و همینطور زانوی غم بغل بکنیم و قصه بخوریم ناامید در واقع غمگین و ناراحت از شرایطی که در اطراف ما میگذره برکات الهی رو از دست خواهیم داد ما لازم نیست قلط بزنیم در امهامون، در یسهامون ناامیدیهامون ما لازم نیست بمانیم در غمهامون در واقع بلکه کاری رو باید بکنیم که حجی نبی برای قوم بنی اسرائیل در اون بره از زمان انجام داد چیکار کرد کلامی رو آورد که اونها رو در واقع چیه تکان شدیدی داد تا اونها از اون حالتی که درش مونده بودن بیرون بیان در واقع و اجازه بدن برکات خدا مثل بارانی که میباره و آدم لذت میبره من دوست دارم بعضی موقع برم زیر بارون چیه بیستم به شرطی که سیلاسا نیاد ولی اون اولش خیلی عالی آدم دوست داره وقتی که میاد رو سر و صورت ما نه میاد همه وجود آدم رو خیس میکنه و برکات خدا اینگونه میخواد زندگی ما رو مال مال بکنه پوری رو در واقع در زندگی ما جاری بکنه به شرط اینکه چیه اجازه بدیم کلام خدایی که با قلب ما صحبت میکنه ما رو خارج بکنه این کلام میتونه کلامی باشه که امروز از من میشنویم این کلام میتونه کلامی باشه که امروز یا امشب از کتاب مقدس وقتی باز میکنید با قلب شما صحبت میکنه این کلام میتونه کلام کس دیگری باشه خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره میتونه یک سرود رو به کار ببره میتونه یک برادری رو یک خواهری رو یک کسی رو که به دیدن ما میاد به کار ببره تا ما رو از این چیه از این قلط زدن و ماندن در وضعیت خودمون چیه خارج بکنه وقتی که این اتفاق برای ما بیفته ما برکات خدا رو در زندگی خودمون خواهیم دید پس خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره منو به کار میبره دیگران رو به کار میبره ما همه مثل یک تیم هستیم برای همین ما کلیسای زنده ایسای مسیر رو تشکیل میدیم فرق نمیکنه کجا باشیم مهم نیست اسم ما چی هستش مهم نیست چه اسم کلیسایی رو در واقع یدک میکشیم در واقع اینا اهمیتی نداره اهمیت در این هستش که به خون عیسی مسیح پاک شدیم حیات جاودان داریم و در مسیح برادر و خواهر همدیگر هستیم و می باید در واقع همدیگر رو کمک بکنیم و از طریق کلام خدا باعث تشویق یکدیگر باشیم پس بیایید واقعا این کارو بکنیم و این اتفاق در زندگی بنی اسرائیل افتاد ببینید 16 سال اینا بهانه می آوردن که نمیشه نمیتونیم حالا این اومد حالا اون پیش اومد حالا مشکل من حالا کار من حالا زندگی من حالا جفاها رو نگاه کنید حالا بدبختی رو نگاه کنید من کارم از دست دادم بیماری به وجود اومده انواع و اقسام بهانه ها ولی وقتی که ایستاد از کلام خداوند کلام خدا رو آورد اونجا تمام این بهانه رفت از اون حالت ماندن و قلط زدن در واقع بعضی ما دوست داریم قلط بزنیم از این طرف به اون طرف اینها اومدن بیرون خدا رو شکر این قدرت کلام خداست نکته پنجم در واقع که باعث میشه اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست بدیم این هستش که ما در واقع اون دید الهی رو نداریم نگاهمون به شرایط و نگاهمون به اوضاع احوالی که در اطراف ما میگذره از دید گاه الهی نیست در واقع یعنی عینکی که در واقع ما بر چشمان خودمون زدیم عینک الهی نیست پس وقتی نگاه میکنیم به زندگی خودمون نگاه میکنیم به اطراف خودمون نگاه میکنیم به شرایط با این عینکی که مال خودمون هستش مایوس میشیم و ناامید میشیم و این یعص و ناامیدی اون برکت الهی رو از ما چیه میدزده عزیزان بیاید این عینک ها رو از چشمان خودمون برداریم بذاریم کنار با عینک الهی به مسائل نگاه بکنیم از اون بالا به مسائل نگاه بکنیم با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم وقتی با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم خواهید دید همه چیز عوض میشه پس ببینید تا زمانی که دید ما دید الهی نباشه ما مسیر زندگیمون رو عوض نخواهیم کرد بعضی موقع میپرسیم چرا من عوض نمیشم چرا اون عوض نمیشه میپرسیم طبیعیه چرا عوض نمیشیم ما علت عوض نشدنمون این هستش که به زندگی و به اوضاع و احوال و به شرایط با دید الهی نگاه نمی کنیم با منظر الهی نگاه نمی کنیم در نتیجه نگاه ما نگاه اون ما فوق و طبیعه نیستش انتظار معجزه ای رو نداریم ولی اگر با دید الهی نگاه بکنیم شرایط عوض میشه بذارید آنگونه به مسائل نگاه بکنیم که خداوند نگاه میکنه خداوند چگونه نگاه میکنه به شرایطی که الان در زندگی شما حاکم است فکر میکنیم دیدگاه و نظر خدا چ... چگونه هست بر شهری که شما درش زندگی میکنید بر کشوری که شما درش زندگی میکنید بر مشکلات و وقایعی که داره دور و بر ما اتفاق میافته در منطقه ای که ما داریم زندگی میکنیم آیا خدا چگونه نگاه میکنه بر این مسائل ما شاید ترسیدیم ما شاید نگرانیم شاید آینده روشن نیست چه اتفاقی میخواد بیفته ولی آیا خدا نیز اینگونه نگاه میکنه آیا از نظر خدا نیز آینده تاریک هستش آیا خدا قافلگیر شده همینطوری که ما قافلگیر میشیم یه روز صبح از خواب بیدار میشیم اوه چه اتفاقی افتاد دور بر ما نه خداوند قافلگیر نمیشه پس اگر میخوایم باران برکات الهی بر زندگی ما بباره و ما در واقع مسلط بر زندگی و امور باشیم باید با دید الهی به مسائل نگاه کرد دوست دارم در این قسمت چند تا آیه براتون بخونم اتفاقا بد نیست از مزمور در واقع 112 هستش آیه یک و همینطور آیه هفت و هشت رو میخونم مزمور 112 آیه یک میگوید هللویا خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وسایه های او بسیار رغبت دارد اول البته این ترس منظورش این نیست که ما باید بترسیم از خداوند بلرزیم خدا مثل یه میرغضب یه چوبی گرفته از اون بالا بخاطر این خدای ما نیست اگر هر کسی این گونه خدایی داره که با چوبی اون بالا ایستاده که منتظر تا این بندش یه خطای کوچیک بکنه از اون بالا به فرق سرش بکوبه خدایی که ما او رو پیروی میکنیم این نیست کلمه ترسی که اینجا اومده یعنی احترام نمودن به خداوند برای همین وجود و در وسایای او بسیار رقبت دارد عاشق وسایای او هستش بعد میره جلوتر آیه هفت میگه از خبر بعد نخواهد ترسید پس اگر ما خدا را دوست داریم احترام میکنیم و در وسایای او یعنی در کلام او آنچه که گفته رقبت بسیار داریم عاشق کلام او هستیم از خبر بد نخواهد ترسید عزیزان نترسید از خبرهای بدی که دور بر ما میگذره اخبار رو باز میکنیم چهار جهان تمام خبرها خبرهای بدی است اصولا اخبار مثل این که ساخته شده برای دادن خبرهای بد میگه دل او پایدار است هللویا دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد دل او استوار است و نخواهد ترسید دقت کردی از خبر بد نخواهد ترسید دل او پایدار است بر خداوند توکل دارد دل او استوار است و نخواهد ترسید این است خواست و اراده خدا برای کسی که نگاهش نگاه خداست پس عزیزان اگر ما واقعا میخوایم برکات الهی بر زندگی ما جاری بشه بیایید لاقل در این قسمت این سه نکته رو به یاد بیاریم اولا تعلل نکنیم امروز و فردا نکنیم اگر کلام خدا رو میشنوید با با قلب شما صحبت میکنه تعلل نکنید در مکاشفه همین حرف رو میزنه ها؟ اگر امروز کلام خدا رو میشنوید با قلب شما صحبت میکنه تعلل نکنید عمل کنید بیاید امروز و امشب کنندگان کلام خدا باشیم بیایید قلط نزنیم در یعص و ناامیدی های خودمون بلکه با شنیدن کلام خدا تکان بده کلام زنده خداوند ما رو ما رو عوض بکنه از این حالت از این منجلاب از این باطلاق که درش افتادیم و قلط میزنیم لذت میبریم از این یعص و ناامیدی ها بیایم بیرون در واقع و بگذاریم خداوند کار عظیم خودش رو در زندگی ما چیه انجام بده و بالاخره نکته آخری که امروز در این برنامه داشتیم این هستش که با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم نه با دید انسانی آن وقت خواهد بود که از خبر بعد نخواهیم ترسید دل ما استوار خواهد بود نخواهیم ترسید پایدار خواهیم بود چون بر او توکل داریم چون او را دوست داریم چون او را احترام میکنیم چون رقبت ما اشتیاق ما علاقه ما به کلام زنده اوست بیایید سرای خودمون رو خم بکنیم چند لحظه ای با هم در دعا باشیم خداوند تو رو شکر می کنم برای کلام زنده تو برای این کتاب مقدس که قادر است ما را عوض بکند تو رو شکر می کنم ای خداوند ممنون تو هستم که تو باران برکاتت را بر زندگی مؤمنینت به فراوانی عنایت می کنی. تو رو شکر می کنم ای خداوند که تو دریغ نکردی اگر عیسی مسیح را که یگانه تو بوده پدر آسمانی دریغ نکردی و او را دادی به ما چطور دیگر چیزها را به ما نخواهی داد در این لحظه دعا میکنم برای تمام عزیزانم آنانی که این کلام رو شنیدند ای خداوندا آن دید الهی رو به ما بده اجازه بده ای خداوندا تا حاضر بشویم کلام تو ما را عوض بکنه کمک کنه خداوندا تا ما واقعا از, از این حالت رخوت از این حالت ماندن از این حالت قلط زدن در های خودمون های خودمون بیرون بیاییم و عطا بکنه ای پدر آسمانی تا رقبت ما در کلام تو باشد تو این رو برای ما انجام بده و انجام خواهی داد ما نیز خود را در دست تو قرار میدهیم مثل آن واقعا جلی که در دست آن واقعا استاد کار است تا ظرف عزتی بسازد ممنون تو هستم پدر به نام مسیح آمین خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان و چقدر عالی که میتونیم هنوز کلام خدا رو بشنویم بیایید کنندگان کلام خدا باشیم خوشحال خواهیم شد حتما نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید شما تلفنی رو, رو روی صفحات تلویزیون خودتون خواهید دید زنگ بزنید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید خدا بده آمین